بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شاگردای عزیز، چیال دارین؟ امیدوار هستم که صحت و سلامت باشین و در این شرایطی که فعلا در خانه هستین زیاد متوجه صحتتان باشین، به حفظ صحت توجه داشته باشین، توصیه هایی که دکتر صایبا میکنه او را مراعات بکنین تا همیشه صحتمند بانین. و همچنان چون در خانه هستین، شما بر علاوه از اینکه ساعتیری میکنین در کارهای خانه با مادر جانم کاری میکنین، کوشش کنین که درسایتان هم بخوانین تا وقتی که این شرایط ختم بشه شما بتانین با یک آمادگی کامل و خیر طرف مکتب برین و هیچ مشکل نداشته باشین. شاگردای عزیز، امروز ما شما درس تاریخ با هم یک جا میخوانیم، صنف هفتم، مضمون تاریخ، موضوع مبادی تاریخ. هدف شاگردان در مورد علم تاریخ بدانن، در مورد طرز زندگی مردمان ما قبل تاریخ آشنایی حاصل نمایند. فصل اول و صفحه سوم. خب شاگردای عزیز، امروز ما شما در مورد علم تاریخ میخوانیم، فصل اول میخوانیم که فصل اول شامل کدام موضوعات است. در قدم اول تمام موضوعات این فصل مربوط مبادی تاریخ میشه. مبادی تاریخ یعنی چی؟ مبادی یعنی مبدأ، آغاز، شروع تاریخ. در فصل اول کدام موضوعات مربوط مبادی تاریخ میشه که ما شما میخوانیم؟ در مورد علم تاریخ و فواید آن چی میدانید؟ منابع مورخان چیست؟ آیا در مورد تقسیم بندی زمان در تاریخ معلومات دارید؟ آیا با انواع سنوات و تبدیلی آن آشنایی دارید؟ شاگردای عزیز، دختر و بچه های خوب، ما این موضوعات در فصل اول که مربوط مبادی تاریخ میشه میخوانیم. تعریف تاریخ. تاریخ علمی است که حوادث گذشته را در قید زمان و مکان بیان می‌دارد. دقت به زمان و مکان در رابطه به حوادث گذشته تاریخ را از افسانه جدا می‌سازد. هر واقعه و حادثه‌ای که در زمان معین و مکان مشخص واقع شده باشد واقعه تاریخی است. مثلا غزوه بدر که در سال دوم هجرت در ماه مبارک رمضان در 150 کیلومتری مدینه واقع شد، یک واقعه تاریخی است. این وظیفه علم تاریخ است که در مورد آن واقعه به ما معلومات دهد. ما می دانیم که انسانها و جوامع بشری زمانه ها و مراحل مختلف را سپری نمودند، راه های پرپیچ و خم طولانی را پشت سر گذاشته و به حالات کنونی رسیدند. همه این مراحل و اتفاقات که در طول زمان در نقاط مختلف به وقوع پیوسته از سوی مورخین نوشته شده است. این نوشته های مورخین را تاریخ می گویند. مورخین تاریخ بشر را به دو دوره بزرگ تقسیم می کنند، دوره ما قبل تاریخ و دوره تاریخی. مطالعه دوره های ما قبل تاریخ از آفرینش انسان و کلتورهای ابتدایی آغاز می شود و تا زمان تعمیم مدنیت و ایجاد خط و کتابت ادامه می‌یابد. با ادامهش می‌خوانیم. انسان‌ها در دوره‌های ما قبل تاریخ زندگی ساده ولی پرکار داشتند. فقط به وسیله نیروی بدنی خیش احتیاجات و نیازمندی‌های خود را رفع می‌نمودند. در کوها و مغاره ها به سر می بردن، از پوست حیوانات و درختان برای خیش لباس می ساختن و با جمع‌آوری میوه ها و شکار کردن حیوانات وحشی زندگی را سپری می کردن. از آنجایی که انسان اشرف المخلوقات است، به همین جهت نسبت به سایر موجودات زنده در روی زمین زندگی خود را با وقفه تغییر داده و اکنون به زندگی مدنی دست یافته است. بعد از آن که انسان ها به زندگی مدنی دست یافتند،
از همان زمان دوران تاریخی آغاز شده و تا کنون ادامه دارد. تاریخ ما را از حوادث گذشته چی مفید و یا مضر آگاه می سازد و عوامل انکشاف جوامع پیشرفته را معرفی می کند. انسان را قادر به شناخت گذشته می سازد و خلاصه این که تاریخ آینه گذشته و رهنمای زندگی آینده می باشد. خب شاگردای عزیز، شما فهمیدین که تاریخ چی است؟ ما بر شما تشریح میکنم، واضح میسازم که تاریخ چی است. گفتیم که تاریخ علم است که حادثات و واقعات گذشته را در قید زمان و مکان مورد بحث قرار میده. به چی معنا؟ هر حادثه یا هر واقعی که در گذشته صورت گرفته باشه، اگر زمانش مشخص باشه و مکانش مشخص باشه، پس او یک واقع تاریخی است. مثلا به قسمی که ما در درس خواندیم، غزوه بدر چرا واقع تاریخی است؟ به خاطر که همزمانش مشخص شد که در سال دوم هجرت در ماه مبارک رمضان، و هم مکانش مشخص شد که در 150 کیلومتری شهر مدینه بود که این غزوه بین مسلمانان و کفار واقع شد. پس این یک واقع تاریخی شد. کسانی که تاریخ را نوشته میکنه و به اختیار ما میگذاره، اونا را چی میگن؟ مورخین. مورخین یعنی تاریخ نویسان. انسان ها در طول تاریخ مراحل زیاد را پشت سر گذاشتن، نشیب و فراز های را زیاد را متحمل شدن، سختی های زیاد را کشیدن، و هر دوره از این سختی ها و مشکلات و یا حوادثی که واقع شده، تاریخ نویسان او را در قید قلم آورده و واقع تاریخی گفته بر ما رسانده و ما از او آگاه میشیم. زندگی بشریت تاریخ نویسا به دو دسته بسیار بزرگ و مهم تقسیم کرده. یکی دوره ما قبل تاریخ و یکی هم دوره تاریخی. دوره ما قبل تاریخ کدام دوره است شاگردای عزیز؟ دوره ما قبل تاریخ از زمان آفرینش انسان شروع شده. از وقتی که انسان آفریده شده شروع میشه تا وقتی که دوره خط به وجود میاید، کتابت و مدنیت به وجود میاید. این دوره ما قبل تاریخ شد. و دوره تاریخی دوره است که بعد از ایجاد خط و کتابت تا امروز که ما و شما زندگی داریم، این دوره دوره تاریخی است. در دوره ما قبل تاریخ شاگردای عزیز، دخترها و بچه های خوب، شما میدانین که انسانهای ما قبل تاریخ چگونه زندگی داشتن؟ انسان‌های ما قبل تاریخ زندگی ساده اما بسیار پرکار داشتند، بسیار دشوار داشتند. سهولت‌هایی که امروز ما و شما بر ما فراهم است، اونا از سهولت‌ها برخوردار نبودند. فعلا ما و شما اگر بخوایم از یک منطقه به جای دیگه سفر کنیم، از یک ساحه به جای دیگه بریم، میتونیم از موتر، طیاره و وسایل نقلیه استفاده کنیم. اما در او وقت آنها مکانهای بسیار طولانی را طی میکردن بگر با پای پیاده. ما امروز میتونیم از انواع غذاها استفاده کنیم، در حالی که در او زمان اونها در اوائل گیاهخوار بودن، بلد نبودن که چه قسم از گوشت حیوانات استفاده کنند، تا ای که اینا بلدیت پیدا کردن به گوشت حیوانات که اونا رو باید شکار کنن و از او استفاده کنن تا که انرژی برشان تولید شه و یک مقدار سیر بانن. همچنان اینا در مغاره ها زندگی میکردن، در کوه ها زندگی میکردن، از پوست حیوانات برشان لباس جور میکردن، زندگی بسیار دشوار داشتن. بالاخره انسان ها را چون خداوند متعال اشرف المخلوقات آفریده، اشرف مخلوقات به چی معنا شاگردای عزیز؟ یعنی انسان ها را پروردگار عالمیان نسبت به همه موجودات روی زمین برتر آفریده. به این خاطر انسان شعور داده، عقل داده که بتانه تکامل کنه، پیشرفت کنه. آهسته آهسته انسان ها پیشرفت کرد، تکامل کرد که تا به تکنولوژی دست یافت و بالاخره مرحله به مرحله انسان پیشرفت کرد که به زندگی امروزی که ما و شما داریم رسید. خب شاگردای عزیز، آل ما و شما فهمیدیم که زندگی انسان های ما قبل تاریخ چگونه بود؟ و علم تاریخ به ما چی را بیان میکنه؟ علم تاریخ حوادث و وقایع گذشته که چی مضر بود و یا چی مفید بود بر ما بیان میکنه.
فرق بین تاریخ و افسانه چی است؟ فرق بین تاریخ و افسانه ای است که واقعات و حوادثی که در گذشته واقع شده وقتی که زمان و مکانش مشخص باشه او یک واقع تاریخی است، اما وقتی که زمان و مکانش مشخص نباشه او افسانه است. مثل که بزرگای ما و شما بر ما و شما افسانه میگفت، او مکانش مشخص نبود، زمانش مشخص نبود، پس او یک واقع تاریخی گفتن نمیتونیم. خب شاگردای عزیز، امیدوار هستم که درس امروز فهمیده باشین و حال چند تصویر داریم. شما متوجه باشیم قبلا گفتیم که انسانهایی که در دوره ما قبل تاریخ زندگی میکردن و چی گونه بودن. شما ببینین اینا موهایشان رسیده، ریش صورتشان رسیده و به این شکل اینا زندگی میکردن. لباس از اینا رو ببینین که از پوست حیوانات اینا به خود لباس جور میکردن و میپوشیدن. حال تصویر دیگر رو میبینیم. این تصویر قبلا گفتم که اینا در مغاره ها و در کوه ها زندگی میکردن. شاگردای عزیز، دخترها و بچه های خوب، متوجه باشین که اینا طرز زندگیشان چیگونه بود و در کجاها زندگی میکردن. میبینین در مغاره ها و در کوه ها زندگی میکردن. تصویر دیگر شما میبینین که اینا هم زندگی اشتراکی داشتن، مثل ما و شما فامیل داشتن، با هم یک جا زندگی میکردن و به این شکل. خب شاگردای عزیز، امیدوار هستم که درس فهمیده باشین. در آخر باز یک نتیجه گیری از درس میکنیم. در قدم اول ما و شما فصل اول گفتیم مبادی تاریخ است. مبادی به معنای مبدا، آغاز و یا شروع تاریخ است. کدام موضوعات مربوط مبادی تاریخ میشه؟ که یک موضوعش ما و شما امروز خواندیم که تاریخ است. گفتیم تاریخ علمی است که از حوادث و واقعاتی که در گذشته صورت گرفته در قید زمان و مکان بر ما و شما معلوم میکنه. هر واقعی که زمان و مکانش مشخص باشه او یک واقع تاریخی است. بعدن گفتیم که تاریخ نویسا زندگی بشریت به چند دسته تقسیم کرده؟ به دو دسته بزرگ، ما قبل تاریخ و دوره تاریخی. شما آشنا شدین به این که انسانهایی که در دوره ما قبل تاریخ زندگی میکردن چه قسم زندگی داشتن؟ گفتیم که اینا در مغاره ها زندگی میکردن، در کوه ها زندگی میکردن، از پوست حیوانات برشان لباس جور میکردن، از شکار حیوانات تغذیه میشدن و زندگی بسیار پرکار داشتن. هر فعالیت را که انجام میدادن مجبور بودن از نیروی بدنی خود استفاده بکنن. و همچنان شما فهمیدین که بالاخره انسان ها تکامل کرد و به دوره مدنیت رسید، که دوره مدنیت از دوره آغاز کتابت و نوشته و خط شروع شد که تا امروز دوام داره. خب شاگردای عزیز، امیدوار هستم که درس امروز فهمیده باشین و کتابچه و قلم پیشتان بوده باشه، که نکات مهمش یادداشت کرده باشین. و حال بر شما یک وظیفه خانگی میتونم شاگردای عزیز. وظیفه خانگیتانی است، همه تو که شما همیشه نزدیک مادر کلانای عزیزتان میششتین، نزدیک پدر کلانای عزیز، و از اونا میخواستین که براتان افسانه بگویه، قصه بگویه. این وظیفه خانگیتان هم همین شکل است. شما از بزرگای فامیلتان بخواین که راجع به تاریخ گذشته هر معلوماتی که داره بر شما بته، اون معلومات شما درج کتابچه هایتان کنین، در کتابچه نوشته کنین، از یاد کنین و به معلوماتتان اضافه کنین. تا هفته بعدی شاگردای عزیز، امیدوار هستم که درس کایتان بخوانین، آماده درس آینده باشین. و تا درس آینده شما را به خداوند کریم میسپارم. متوجه صحت و افضل صحیتان باشین. روز خوش، خدا حافظتان شاگردای عزیز.